درود بر شما همراهان گرامی. کالین ویکسل، مدیر اجتماعی سازمان ملل متحد که در پی تومارها و نامه‌هایی که از ایرانیان سراسر جهان جمع‌آوری کرده است، گزارشی را آماده کرده است. گفته است که سران رژیم جمهوری اسلامی باید بسیار نگران این گزارش باشند. گزارشی غافلگیر کننده برای سران این رژیم که می‌تواند آنها را حتی تا پای محاکمه در مجامع بین المللی پیش ببرد. گزارشی که موجب می شود حتی اگر برجام هم امضا شود، جمهوری اسلامی با تحریم هایی شاید سخت‌تر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شود و احتمالاً این گزارش برگ برنده‌ای خواهد بود برای ایالات متحده آمریکا که هم امتیازات برجامی را از رژیم بگیرد و هم از سوی دیگر تحریم ها را پس از برجام از کانالی دیگر بازگرداند. گزارشگر سازمان ملل در این گزارش 900 صفحه‌ای به مسئولیت ادامه دار مسئولان ناپدید سازی های قهری و اعدام های شبانه و شتاب زده در ایران و همینطور مسئولان تیراندازی مرگبار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه 1398 و همچنین سالهای اخیر اشاره کرد و از این موضوع شدیداً انتقاد کرد. او گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد، به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند، در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری اسلامی این نکته را به همه جهان ثابت کرده است. وی همچنین به سرکوب اعتراضات به کمبود آب در خوزستان و اصفهان هم اشاره کرد و گفت که در این اعتراضات دست کم 19 نفر کشته شده اند. عمل کرده رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با همه‌گیری بیماری و همچنین محروم کردن مردم ایران از دسترسی به چندین واکسن معتبر در زمان لازم بخش دیگری از گزارش گزارشگر سازمان ملل متحد است. او گفت که در گزارش خود ذکر کرده است که اکنون واردات واکسن در ایران انجام شده است، اما مسئولان این رژیم باید پاسخگو باشند چون در زمان مناسب این کار را نکردند و هزاران نفر را به کشتن دادند و جان باختن تعداد زیادی از مردم نتیجه سیاست‌های مقامات ایرانی بوده است. او گفت که این گزارش 900 صفحه‌ای به زودی به دادگاه‌های بین‌المللی فرستاده خواهد شد و بسیار امیدوار است که با پیگیری این گزارش دیگر مسئولان این رژیم قادر نباشند که آزادانه دست به هر جنایتی علیه بشریت بزنند و در مجامع بین المللی ظاهر شوند. با توجه به گزارشی که گفته شد، به نظر می رسد که حتی در صورتی که برجام هم به امضا برسد، رژیم جمهوری اسلامی نمی تواند از زیر بار تحریم های کمرشکن و گسترده حقوق بشری که انتظارش را می کشد فرار کند و در حالی زمزمه های تحریم های حقوق بشری از سوی سازمان ملل متحد به گوش می رسد که رژیم جمهوری اسلامی در مرزهایش با حضور اسرائیل دیگر امنیتی حس نمی کند. در این راستا جالب توجه است که یک هفته پس از نشست سران اسرائیل، مصر و امارات در شرم الشیخ، وزیر خارجه اسرائیل خبر داد که برای نخستین بار نشستی 5 جانبه در این کشور با حضور وزیران خارجه آمریکا و 3 کشور عربی برگزار می شود. وزیر خارجه اسرائیل روز جمعه 5 فروردین ماه اعلام کرد که این نشست روزهای یک شنبه و دوشنبه با حضور او و وزیران خارجه آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین و مراکش برگزار می شود. او گفته که جزئیات این نشست بعداً اعلام خواهد شد، اما به نظر می رسد که در پی این نشست اسرائیل خواهد توانست در کشورهای عربی سامانه های ضد موشکی خود را مستقر کند و حتی شاید پایگاه های هوایی بسازد. پیش از این اعلام شده بود که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز شنبه این هفته به اسرائیل سفر خواهد کرد تا با مقام های آن کشور درباره توافق احتمالی با رژیم جمهوری اسلامی و همچنین منازعه اوکراین گفتگو کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که بلینکن پس از اسرائیل به کرانه باختری، مراکش و الجزایر سفر خواهد کرد و هنگام حضورش در مراکش
با ولیعهد ابوظبی نیز دیدار خواهد کرد. سفر بلینکن به منطقه در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به توافق احتمالی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند و جزئیات و دستور کار سفر منطقه بلینکن نیز گفته می‌شود که در همین راستا است. سه روز پیش رهبران مصر، اسرائیل و امارات متحده عربی در نشستی سه جانبه در شرم الشیخ درباره تحولات جهانی گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که توافق احتمالی با رژیم جمهوری اسلامی و خروج احتمالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های خرابکار بین‌المللی از محورهای این نشست بوده است. نشست نفتالی بنت، عبدالفتاح سیسی و محمد بن زاید آل نهیان اولین نشست سه جانبه بین سران این کشورها بود. برخی رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنت در این نشست موضوع تشکیل ائتلافی اسرائیلی عربی شبیه به ناتو را برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی مطرح کرده است. هفته گذشته نیز نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک از دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستند که اقدام به خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های خرابکار بین‌المللی را آن هم در ازای وعده‌های پوچ نکند. در همین حال وبسایت اکسیوس گزارش داده است که کاخ سفید در روزهای اخیر موضعی سختگیرانه‌تر از قبل درباره حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های خرابکار در پیش گرفته است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.